د خپلې ناتوانۍ پړه پر افغانانو اچول لویه تیروتنه او د مسؤلیت څخه تیښته ده. په نږدې درې کلونو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې ننګونې او فرصتونه د تورونو او ترینګلتیاو سره سره بیا هم اسلامي امارت د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتنه کړې. په دغه موده کې د اړیکو د جوړښت او پرمختګ په برخه کې هڅې سوي خو ښکاره نه ده پایلې نه دي ورکړې. پر افغان خاوره د پاکستان بریدونه، نړیوال قوانین تر پښو لاندې کول او پر وړاندې غبرګونونه که تکرار سي پایلې بې څه وي. د اسلامي امارت بهرنی سیاست په نږدې درې کلن مزل کې وسوی کولی چې د ګاونډ سیمې او یو شمیر نړیوالو هیوادونو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې په پراخه کچه وپالي. نن پر همدې باز که ور سره دوه قدرمن میلمانه، هر یو عزیز ماریج پخوانی ډیپلومات او بل قدرمن میلمه مو ښاغلی ډاکټر صاحب ممتاز سیاسي شنونکی. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښراغلاست وایم. په خیر راسئ. لومړی ډاکټر صاحب ممتاز، تاسو ته ښراغلاست وایم. په باز کې په نږدې درې کلن مزل کې د کابل او اسلام آباد اړیکې کوم لور ته روانې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام به بینندگان عزیز، خدمت جناب دکتر سید معارج، همچنین شما. شکر. دوست عزیز ما، بیاییم که حقیقت صریح صحبت کنیم. بله، مهربانی. و مشکل در اینجاست که تحلیلگرای ما، کارشناسای ما داریم که صحبت میکنن خیلی زیاد محتاطانه و محافظانه صحبت میکنن. ما دائم در این فکر هستم که وقتی که ما در میز حاضر میشه، میلیون ها انسان منتظر حرف ماست که بشنوند شنونده است. و شما همچنان نکدام ماشی میتین و نکدام امتیازات برای ما قائل میشیم. کسایی که حقیقت گفته نمیتونه و حقیقت گفته نمیکنه باید در میز حاضر نشوند. بله. وقتی که حاضر میشن بس حقایق بگوین. حقیقت امر است که ما دروز یک مرکز پاکستان شناسی متخصص یک جهت نداریم که از پاکستان درست از پاکستانی ها مطالعه داشته باشیم. بله. و همچنین در دیگه قضا، اگر مؤسسات رسمی ما بوده، بله، اگر سیاست مدارای ما بوده، همچنان که از این مدت 50 سال است که ما تعقیبی میکنم سیر سیاسی روابط افغانستان، بله، و پاکستان، متاسفانه شناخت درست از پاکستان نداریم. اگر کسایی که همچنان شناخت درست از پاکستانیا دارن میخواین که مجامله کنن، حیای حضور کنن، یا حراس دارن یا ترس دارن، درست صحبت کرده نمیتونن. آن؟ بله. یا یکی از ترس پاکستانیا که نفوذ دارن در اینجا ایست در افغانستان، در افغانستان به او خاطر صحبت، بله، کرده نمیتونن. یا یکی نظام هایی که وجود داشته به خاطر ازی که خلاف پالیسی از اونا میبوده طبعا مهار میشد. بله. مشکلات ها ایجاد میشد. در مورد پاکستانیا هر کسی صحبت میکنه به فکر ما، به نظر ما، بله، بسیار کم مردم است که از پاکستان درست شناخت دارن، درست. بله. واقعا پاکستانی ها با عدم در نظر داشتی تغییرات نظامشان که نواز شریف است، بی‌نظیر بوتو است، شخص دیگر است، شهباز شریف است، هر کسی دیگر است، هیچ نوع تغییرات در پالیسیشان در مورد افغانستان صورت نمیگیرد. بعضی ها توقعات می داشته باشه که حکومت های جدید شاید پالیسیشان در مورد افغانستان تغییر کنه. نه، پالیسی ساز پاکستان در مورد افغانستان دیگه قضایای بیرونی، همین مسئله سیاسی بیرونی، روابطشان، پالیسی سازشان آیس آیس. بله. آیس آیس. جهت تعامل با افغانستان تعامل سیاسی نیست. تعامل در افغانستان با افغانستان پاکستان تعاملشان تعامل استخباراتی و استراتژی است. نظریه که در نزد پاکستانیا وجود داره این است که افغانستان باید عمق استراتژی پاکستان بوده باشه. بله. آن نظریه که در پاکستانیا نظریه تعالی، بله، تکبر و غرور وجود داره که در افغانستان حکومت بوده باشه که
در سیاست های خارجی و پلیس ساز باید اینا تابع امر پاکستان بوده باشه. یه طرف فکر دیگه بناهن که پاکستان همچنان ساخته و بافته بیرونی هاست، امریکا یا انگلیسی ها هر برنامه را که تطبیق میکنن در جنوب آسیا همچنان در آسیا میخواین که از طریق پاکستان است، از طرف پاکستانی است. حتی کشورهای عربی به خاطر که سرمایه گذاری میکنن در پاکستان تمویل میکنن، هر سیاست را که اتخاذ میکنن در قبال افغانستان اتخاذ میکنن، به پاکستانی ها به مشوره میپروازن، مشوره پاکستانی ها را میگیرن. بنابراین پاکستانی ها هر قدر که هر نظامی که آمدن، هر نظامی که در افغانستان آمده، هر قدر که اینا کوشش کردن که تعامل خشتنداری با پاکستانیا داشته باشه، تعامل بالمثل داشته باشه، احترام متبادل داشته باشه، از خود عزت حکومتی که کمترین عزت نفس داشته باشه، نمیتونه با پاکستانیا تعامل کنن. پاکستان تعامل مشکل در ایجاسته، مشکل در ایسته که پاکستانیا به نظر تکبر و غرور و تعالی فکر میکنن. همچنان سیاست مدارای پاکستان، کسایی که میایه در حکومت مدنی از یا که میایه حکومت ملکیشان میایه، یک حکومت ملکی است که حکومت نظامی است، حکومت ملکیشان نمیتونه که حتی اونمو مصالح و منافع سیاسی که تقاضا میکنه که با رقبال افغانستان اتخاذ کنن، با خاطر حکومت نظامی که در عقب وجود داره، در سایه وجود داره، ISI ارمانه از اونا میشه. بناهن مشکل است که در هر زمان مقتی اگر حکومت کمونیستیان بوده در او زمان تعامل با پاکستانیا نتونست، اگر حکومت شاهی قبلا بوده تعامل با پاکستانیا بخاطر که موانی پاکستان بود، اگر حکومتی که مجاهدین بود که ساخته و بافته از اونا بوده در سالات در اون تمویل شده بودن، بعدها امارت اسلامی آمدن. بنابراین مشکل ضرورت است که پاکستانیا به هوش بیان که غرور ملی افغانا تقاضای ازیر نمیکنه که ایج وقت غلامی را قبول کنه، مزدوری را قبول کنه. باید این پاکستانیا در مغز مغز و تفکر سیاسی خود تغییر بیارن. بسیار زیاد تشکر استاد ممتاز. ماری صاحب شرغلاست با باسکی نجدی دری کلن مازال و داغا مدکی ننگوون یا فرصتون د دوارو لورو تا چوا استاد پا نظر؟ من نظم تاست تا تاست تخنیکی هم کاران تا قدرمن داکتر صاحب هم تاست تا بزدون که آوردون که تا سلام نه اتراوات من دیکن. والیکم سلام. دوره اول بدراست دا ویزا پاکستان چه منگ یادوون دا یه واقعی پاکستان دا ده پنجابیان ده که دلتا نور مسائل همسته. پاکستان چا جو کرد اول دا ویت فکر اون بله پاکستان چا جو کرد پا دا دونست و چلویختم کال که دا ویل رمینسه سه خو جګړه د دوه نړیواله ختمه شوه، انګریزان تلل وو، نړۍ هرې خواته په خپلو دردو باندې ګرفتاره وه، اروپا ورانه وه، خصوصا جرمني و ایټالیا و دا ځینه. نو دلته هند ته ازادي ورکوله ځکه دوی نه ساتلی. مانته مشکل وه چې هلته بلاک د شوروي د وخت سوویت یا وارسا چې په 1955 کال کې بیا جوړ شه د سپینتو یا د پاسه چې نونس او نڅرتم که ناتو جوړ شوه یې ده په وړاندې یو قوت ورته پروت و او جګړه کې معریف و. نو بنام دی خوراتات ته ګرمو اوبو ته دلته و ضرورت و چې یې ده مخه به ډب کړي دا د پاکستان د روسانو مخه به ډب کړي د شوروي د ټولو کې دا جوړه سوې وه په 1952 کال کې چې په 1991 کال کې د ګورباچوف په وخت کې ړنګ شوه. نو بنام دغه پاکستان دوی د اسلامي فکر اندېښنې په نوم انجوګه 15 اویا زره ډېر مدرسې او جوماتونه جوړول دا نو په جغرافیه کې نو ډېره زیاته ده دا قاضي ته جوړ شوله و له هند هم کوم مسلمانان چې په زور راویستل شوله دغلته دغه وطن جوړ شه د خپلو اهدافو دپاره اوس که موږ پاکستان یادو دا اثر موږ اشتباه کوو دا یعنی انګلیس، غرب، امریکا، ناتو پاکستان کې بهرنی سیاست، پالیسی او کورنۍ تشکیلات
ټاکنې او کړنې یعنی فعالیتونه اداره سیستم اخترول دا مطلق کند بل چا په لاس کې دي. پنجابیان هوښیار دي، درایت، کفایت، لیاقت لري چې سل تنځای ورته وکړو دی دا 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 باید موږ ومنو چې دوی هوښیار دي. او دومه خبره دا ده چې دوی خپلې خاورې ته، خپل وطن ته، خپل ځوان ته ژمن دي، خپل نسل ته ژمن دي. په دنیا کې استعمار یا ښکېلاګر چې کوم مملکت ته ځي هلته بېغیرته، بېحیثیته، بېهویته کس لټوي. هغه استخدامی و په هغه باندې حکومت کوي چې هغه هېڅ شي ته ژمن دی. نو تاسو یقین وکړئ په پاکستان کې ورته کار کوي مرم هماغه تالی څټي بیا هم خپلې خاورې ته ژمن دي. ما د رومي د پنجابیانو خبره وکړه که نه، دوی یعنې خپلې خاورې ته، خپل اهداف ته ژمن دي. باوجود څه پاکستان کې یو نه پوځي یې نه ایسای ملکي خو مطلق کن دوی واک نه لري. ایسای او پوځیان چې دا جغرافیه چې اوس یې پاکستان په نوم یادیږي دا چې کله کنټرولوي دغه دوه قوې دي چې ایسای او پوځیان دي خو مستقیم هدایت د بهر نه اخلي. د 1956 کاله پورې اوس ما مکمل ملالو ته خو وایټ سره قمي نومېده یو جنرال دی مای سکس و دا هلته مملکت رهبري کاوه چې کله ایسای ترینینګ سوله بیا په جا سوی بیا حکومت دوی ته تنظیم که اوس هم د هغوی اثره دی کار کوي. بله موږ متاسفانه سر ته کوو خو هغه هنرمند سیاسي ده دلته تصادفانه میژه په دا 50 کالو کې رقاصی د سیاسي وه د هغوی ډول ته ګډېدله اوس هم ګډوي حکومتونه ورته جوړوي د افغانستان سیاست بهرنی تقریبا تر ډېر وخته پورې د موږ د کنټروله وتلی وو ده اوس هم ګوره په هوایي حریم خپله چارواکي طالبان د مرستان وایي چې د امریکا په لاس کې ده کنټرولېږي. پاکستان هڅه کوي چې بهرنی سیاست پاکستان نه البته دا یو مجري هېواد دی پالیسیانو په سیمه کې تنها په افغانستان په ټوله سیمه کې مجري دی پالیسي دی د غرب و د ناتو ده. دا نو بیا دا چې ما وویل دوی خپل هوښیار دي، خپل امتیازات اخلي، خپل کور جوړوي، خپل وطن جوړوي، ګاز بار هر څه لري. دا د دوی هوښیارتوب زیرکي ده. همدا ده چې پاکستان ورځ په ورځ پرمختګ کوي، غرب هم پرېږدي چې ځکه دوی هغوی مجریتوب د هغوی دنده مخې ته بیایي، خپل هېواد نه ژوندي. نو بنا هم د هغوی مجري هېواد دی، د مجري په بنیاد باندې غواړي چې افغانستان بهرنی حتی کونی سیاست په خپل لاس کې واخلي. دا هڅې پاکستان کوي. دلته همیشه په افغانستان کې حکومتونو کې خپل لاسپوچي لري. بله حاکم نظام به د افغانستان که چیرې سر ټکي له پاکستان نه یا له ایران نه یا له نورو هیوادونه دوی باید دوی دغه لاسپوچي جاسوسان باید اول تشخیص کړي، تثبیت یې کړي، تفکیک یې کړي، ګرفتار یې کړي او اعدام یې کړي. بله ته یو لس نفره د نورو هیوادو تالی چټي جاسوسان اعدام کړه دا معنا لري چې تا لس هېواده فتح کړل د هغوی لښکر دې مات کړ. دا له ټولنه ډېر خطرناک دي. کورونه د چارواکو باید په پاکستان کې نه اوسي چې چا سیاته کور په پاکستان کې وه هغه مجبوره ده د هغه اطاعت وکړي. بله ځکه ته کورنۍ ننګ و ناموس هلته پروت ده. هغه که پخواني دي که اوسني دي که هر څوک دي دا به له پاکستان راوباسي په یو ډول نه یو ډول ځان ته استقلالیت پیدا کړي. بله ډېره مننه. دا په خپله نو بنا موږ له پاکستانه باید هغه وروستۍ خبره سر ونه ټکوو. بله موږ له خپل ځانه باید سر وټکوو، خپل ځانه. ولې پاکستان کولی شي موږ ته حکومت جوړ کړي؟ مثلا د مجاهدینو حکومت له پاکستان راغی، افغانان له پاکستان راغلل، یا همداسې له ایران ته ګوري افغان راځي، له نورو جایو راځي. موږ ولې دوهې ته ګورو چې دوه کې غونډه وسي؟ په بهر کې ماموریت د بهرنیانو لاس کې ده، ډېره مننه، اهداف د بهرنیانو ده. ولې په افغانستان کې جرګې نه کوو؟ ولې په افغانستان کې غونډې نه کوو؟ ولې دغه مدیریت په خپل لاس کې نه اخلو چې بهرنیان موږ دعوت کړو، پاکستانیان موږ دعوت ګورې؟ هر وار چې په افغانستان کې د نړیواله کچه باندې کومه غونډه، کومه خبره یا د نړۍ پام کېږي، بله د پاکستان یو ډېره مننه مارچ بیرته راځم تاسو یو بار نه اخلو پلاوی غواړي نړۍ ته ښیي چې دلته زه یم
او اجرات کوم په اجرات کې مې ډیر مننه کوم اړ څه بیرته به راسو تاسو ته ډاکټر صاحب ممتاز بیا هم تاسو شغله سو په پاکستان ولې د نامنی پړه پر افغانستان نه چوي ناتوانی او کله مسجد څخه تیش د کوم مخکې مارج صاحب وویل چې په حکومتونو کې ځینی وخت د پاکستان یا د نورو هیوادونو لاس پوست دی څوک دی د لاس پوست ببینین دوست عزیز ما بله پاکستانی ها دائم سعی میکنن که از هر بحران بله از هر بحران اینا مستفید شوند بله هم معنوی هم مادی گتا واخر اینا پلیس ساز دارن متمرکز است روی این قضایا چطور قضایا را خلق کنن موضوعات را ایجاد کنن بله. و چطور مستفید شوند جلب توجه کنن بس ها چی پاکستانی چی دارن در امین مدت 50 ساله که اصلا مثلا ما تعقیب میکنیم سیاست پاکستان در قبال افغانستان که خیلی داغ است از هر قضیه بحران که نه خلق کردن حالا این موضوع را عنوان میکنن موضوع ناامنی هایی که در پاکستان است ناامنی ها را پاکستانی ها خودشان به خود خلق کردن خودشان خلق میکنن بعد از این خلق کردن باز میگه از این میتونه چطور مستفید شون استفاده کنن بله شما باور کنین که همه مشکلاتی که فعلا در داخل پاکستان عنوان میشه در ظاهر خودش ساخته و بافته و خلق کرده و ایجاد کرده خود پاکستان است پاکستانی است خودشان است شما به خاطر که جلب توجه بین المللی کنن به خاطر اینکه بخواید دیدگاه دیگران را منحرف بسازه از نقشی که او در سیاست را که ترسیم میکنه بله شما ببینین امیر عنوان کردن نماینده این شاید سفیرشان در ملل متحد و هم موضوع عنوان کردن که افغان پاکستان فی الحال در مقابل تروریسم قرار داره بله قربانی تروریسم هستن بله در حال که خودش خلق کرده خودشان ایجاد کرده خودشان ایجاد کرده اینا عظیم مستفید شون جلب توجه بیرونی ها را کنن بله. از این کمک مادی هم برابرداری کنن از این کمک معنوی هم همچنان برابرداری کنن همچنان موضوع اساسی این مهم است که بیشتر مرکز های تحقیقاتی رسانه ها جهات همیشه به این اعتقاد هستند که پاکستان مصدر منبع نارامی ها در منطقه است بله پاکستانی ها نارامی ها منطقه است به خاطر که جلب توجه از یک بار طرف امریکایی ها رجوع دارن بار بله. دیگه ببینید که به تاجیکستان میره بله. موضوع رو امروز اونا بحث میکنن اینجا بحث میکنن موضوع دیگه است که ضرورت است که برف بام خود به طرف بگذاره مشکل در کجاست که پاکستانی ها درک خوب از ما همچنان پاکستانی ها ندارن از بله. ندارن مشکلات افغانستان یکی است درست اونها فکر میکنن که نقطه ضعف با افغان ها مثلا سرحدات است موضوع اقتصاد است مشکلاتی که افغانستان داره اینا اینا فکر میکنن که افغان ها در مجالس بین المللی در محافل بین المللی به خاطر اینکه مشکل است فعلا یک اختلافاتی که آمده تحولاتی که به وجود آمده اینا آنقدر دسترسی نداره که اتهامات نفی کنه یا از خود دفاع کنه از خود حمایت کنن آن دفاع کنه بنابراین پاکستانی ها بسیار ساده است که طرف افغانستان هم متهم بسازن بله. یا بگوین که جایگاه کسایی که است خدمت برسه وقتی که مسئله میگه بارها مثلا افغانستان در سابق هم گفته آلی هم گفته همه یه موضوع در جامعه بین المللی بین المللی ثابت است که افغانستان یک وقت مصدر تمویل و تجهیز تروریست ها نبوده در بیرون قطعا در تاریخ نبوده اگر جمله مخالفین است اگر امارت است اگر طالب است اگر جمعیت است دیگر مشکل نقطه دیگه اینه که ضعفی که ما داریم مثل که معارج صاحب فرمودن ما نقطه ضعف داریم مشکل است که در افغانستان مشکل است که 50 سال است که اینا سلطه و نفوذ استخباراتی دارن بله. به معنی استخبارات شما ببینید هر مثلا سیاست مدارای افغانستان بله. ببینید در 50 سال
خانه و کاشانه و سرمایه گذاری از نگاه کل پاکستان است. پاکستان است، درست است. اینا هر چی اینمی سیاست مدارای ما فعلا، یعنی کسایی که وجود داره به خاطر اینکه دانشان او پراو است، پراو است به خاطر اینکه ممنون احسان پاکستانی هستن، ممنون احسان پاکستانی هستن، در روی تعلیم دیدن، تجهیز دیدن، تمویل شدن، خانه هایشان هستن، به او خاطر خانه شو بزن. اینا حرفی نداشتن که در مقابل پاکستانی ها میگم، بلکه من شاهد حال هستم که برخی از سیاست مدارای ما در زمان کم سیاست مداران؟ نمونه اختر است؟ نامش میگم، مثلا به طور مثال واقع بگویم که آقای گلبدین حکمتیار، بله، خانه هایش همیلی در پاکستان است فعلا؟ فعلا بله پاکستان است، فرزندایشان تابعیت پاکستانی داره. بله صاحب، فرزند پاکستانی داره. شما عبدالله بهیر نواسه حکمتیار داماد شدیدین که غیرت بهیر رئیس کمیته سیاسی شسته، فعلا در پاکستان بزرگترین سرمایه گذاری ها را کرده، بهترین تعمیرات داره، بهترین تعمیرات در مثلا در مره، در پشاور، در لاهور، در اسلام آباد، مراکز تعمیرات قصرها داره در اونجا، تابعیت پاکستانی داره در اونجا. فعلا به خود شما همه اظهارات از رو دیدن که همه چی در فش کرد، مصالح تجارتی که دارن اینا هم اینا مشکل است برای حکمتیار که در مقابل پاکستانی ها تصمیم اتخاذ بگه، حتی در مقابل پاکستانی ها که حرفی داشته باشه اینا همیشه به مطبوعات های خود توصیه میکرد که در مورد پاکستان شما صحبت نداشته باشین، محتاط بوده باشین. این واقع میگفتم، من به مسئولیت خودی حرف میگم، مثالش گفتم. شما به از این بالاتر یه بگید که ازدواج های فیلی استخباراتی صورت گرفته، یا کسای ما فرزندای ما دامات پاکستانی هستن، یا که دخترای پاکستانی ها را گرفتن از سیاست مدارای ما فعلا. یک تا نیست، دو تا نیست، سه تا نیست. استاد شغل حکمتیار ته و از شرکه و نور سوک دیر شغل ممتاز امثال هم همه رهبر جهادی، بله، کسایی که در پاکستان بوده خویشاوندی استخباراتی دارن، بله، پلوړه کچ تنها مساله هیچ تجارتی دارن، پلوړه کچ سوک مثلا تاسو حکمتیار یا دونه وکړه بل سوک دوست عزیز ما، بسیار بهتون که میگن امی تنظیم های افغانی که بله. در پاکستان تأسیس شده بوده، درست است؟ یعنی تنظیم هایی که تأسیس شده بودن، شما یه ببینین که از کجا مثلا آقا در هر مذاکراتی که اینا میرفتن سفر داشتن، تصمیم میگرفتن، تصمیم اتخاذ میکرد، حکومت مجددی که ساخته شده در راولپندی ساخته شد، بعد ها حکومتی که در گورنر هاوس ساخته شد، دعوت شد، تمش تطریف پایین. شما کتاب خاطرات بینظیر بوتو را دختر شرق شما بخونین، شما کتاب تله تلگ خرس که از جنرال دگرول یوسف نوشته کرده شما بخونین که بل. تعامل پاکستانی با افغانستان چطور بوده. شما من یک قضیه را خدمت طرز میکنم با مسئولیت خود شما، دگرول یوسف در کتاب تلگ خرس به می عنوان میکنم وقتی که حکمتیار در امریکا رفتک به واسطه خلیلزاد، که خلیلزاد در اون به واسطه خلیلزاد پادرمیانی ازی با ریگان میخواست ملاقات کنه، حکمتیار رد کرد. شغلی ممتاز، اجازه بده تکمیل کنم که باز دیگر ایراد میگیرن. در اون زمانش دگر وال یوسف میگه که حکمتیار با ریگان ملاقات نکرد، حکمتیار به خاطر اینکه ملاقات نکرد به خاطر جلب توجهی بعضی کشورهای عربی را، مردم در اوج نهضت اسلامی را بکنه که این امریکا تمویل کننده تجهیز کننده جهاد افغانستان نیست. ضیاءالحق میگه در اون زمان برای من تلفن کرد دگر وال یوسف، میگه که برای حکمتیار بگو بله که ما تو را ساختیم و ما پس تو را در زمین میذاریم، سرشارشه ها رو بانی شوخی ها رو بگذار. این در کتاب تلگ سرخ است، تلگ خرس است که دگر والی یوسف نوشته کرده. بنابراین شما میبینید که حتی کتابایی که از طرف استخبارات نوشته میشه تمام اسرار و مسائل نمیگه، بعضی مسائل که اجازه برشان بوده باشه. بله بفرمایید دکتر صاحب ممتاز، تاسو اوس پر حکمتیار نقد لري، اما مخکې تاسو د همدې حکمتیار د مطبوعاتو په برخه کې کار کوئ، همدا حقایق مو هغه وخت ولې نه را برسره کول په رسنیو کې؟ بسیار خوب سوال کردین، درست است. در یک مرحله زمانی که بوده، یک مرحله زمان بوده، میفهمی که مرحله زمان، تاریخ، جبر تاریخ، جبر خانواده، تأثیرات محیطی باعث میشه که آدم تقاضای وقت میکنه. در اون زمان در جهان جهاد که ما بودیم،
ما از جمله افتخارات ما بوده در اون زمان که واقعا ما در جهاد مثلا در اون زمان نیازمند زی بود که به خاطر زی مصالح منطقوی، مصالح جغرافی، مصالح دیگه جبر تاریخ بوده باشه، ولی که این ضرور نیست. وقتی که مؤمن امی در حدیث شریف است، وقتی که یک حقیقت برش ظاهر میشه، واقعیت درک میکنه، مانند سنگ دریایی نباشه که میخه برش کوبیده نشه و فهمی تغییر نکنی. ضرورت است هر وقت مؤمن کسی است، مؤمن هوشیار، هر وقتی که بر حقیقت واقعیت ها ظاهر شده، نیازمند است که وجدان خود را راحت بسازه. این از وفاداری نیست که تو بر باطل انحراف اصرار کنی. حال نیازمند است که همه جهت های سیاسی، همه افراد با اندیشه باید تجدید نظر کنند، باید یک بار مسیر و سیر سیاسی خود، تاریخ سیاسی خود مطالعه کنند، مراجعه کنند. اگر در اشتباهات بود واقع شده، باید تجدید نظر کنند. حال فعلا ما تاریخ زنده معاصر افغانستان هستیم، باید یک میراث خوبی را در افغانستان بذاریم، باید برای نسل آینده افغانستان داشته. بهترین حرفی است که من نقد زاد داشته باشیم. باید کسای چپی های ما بودن، کسای راستی ها بودن، احزاب بودن، افراد بودن، باید حقیقت مسائلی که مرتکب گناه شدن، مرتکب اشتباهات شدن، در تجدید نظر کنن. این وفاداری نیست که اصرار به اشتباهات اصرار کنی، لجاجت کنی و به حقایق تن ندهی. باید بگوی که من وفادار استم، من خود سنگر خودم محکم میگیرم. مشکل حکمتیار طبیعی بوده که شما ببینید سیر سیاسی زیره اینا کاملا در روابط خود، تعامل خود اینا متناقض است. یک روز دوستوم گلمجم میگه، ملیشه میگه، کافر میگه، کمونیست گفته، روز دیگه در بغل خود در آغوش خود گرفت. یک روز طالب میگه که اینا ساخته بافتی دیگه کسی هست، روز دیگر اینا رو تمجید میکنه، باز روز دیگر باز اعاده نظر میگه. یک طرف حکومت غنی رو دست نشانده و امریکایی ها میگفته، باز امروز صلح کرد. آیا حکمتیار این موضوع رو نگفته بود که اگر یک نفر امریکایی در افغانستان وجود داشته باشه، ما امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نباشیم اگر در افغانستان بیایم؟ شما اینی مسائل خدا فکر کنید، باز دوباره توجیه کنید که آیا ضرور است که ما لجوج بوده باشیم، اصرار کنیم با نظریات خود؟ کلچ متواضع تلس شغلی حکمتیار سرگندونی تاسو تسوی. البته تاسو مخ کې وشتي اشاره وکړه چې خپل د مطبوعات او کارکونکو ته دا ویل چې د پاکستان په اړه به څه نه وایي، همدا مسؤلیت تاسو خپله په غاړه اخلئ؟ بله، ما خدمت شما عرض کنم. بله، در طول مبارزات حکمتیار، بله، در طول مبارزات 50 سالشان، در مدتی که آیا آمده، با وجودی همه مشکلاتی که پاکستانیا با افغانا داشته، با خود با ظلمی که با افغانا کردن، تعامل که مواقف ملی بوده، آیا شما از طرف حکمتیار، مطبوعات حکمتیار، کدام اظهارات در قبال پاکستان شما دیده باشین درباره مهاجرین که این ظلم را انجام دادن؟ آیا حکمتیار من حیث یک رهبری ملی، من حیث یک رهبری سیاسی ضرور نبود که موقف پاکستان تقبیح کنه؟ آیا تجاوزاتی که از طرف راکتای پاکستان که در کنر راکت باران میشه و در دیگه تجاوزاتی که صورت میگیره، آیا ضرور نیست که حکمتیار اظهارات داشته باشه؟ در قبال ایرانی ها اظهارات داشت، در قبال روسا اظهارات داشت، در قبال تاجیکستان اظهارات داشت، تقبیح کرده مواقفش در مسائل دیگه داره، ولی که نمیتونه در مقابل پاکستان که نشان دهنده چیز. ما برات از نگاه منطقی بگویم، وقتی که هر خانه و کاشانه تو، فامیلی خودت، کمپ شمشتو، نصرت مینا، سرمایه گذاری تو، ده ها قصر تو، شرکت های تو، اولاد تو، تابعیت پاکستانی داشته باشه، آن در مقابل پاکستان چیزی گفته میتونه؟ ابدا گفته نمیتونه. بیره منو نکم، شغل ممتاز. ماریس صاحب په ډېرو بخښنې سره چې ستاسو وخت ونیول، سورازو دې ته چې ښاغلی ممتاز ځینې حقیقتونو ته سر ورښکاره کوي چې ځینې اشخاص یې د پاکستان لاسپوڅو باندې یاد کړله. رازو دې ته چې څوک دي د پاکستان لاسپوڅ، څه باید د دې ډول لاسپوڅو مخنیوی وکړو په افغانستان کې چې د پاکستان ګټو ته کار کوي؟ ګوره، یوه خبره زه وکړم، څنګه چې پاکستان د خپلو اعمالو پلان افغانان واچوي، بله، تورست دی تربیه کوي، مثلا مرکزونه دی ورکوي، تی تی پی و نور خپله دی جوړوي،
لیگ نور جو تا کارا په دنیا ټول ګوري چې په دې مرکزونه او پر دې مالی سپورت کیږي یا نور کیږي مارم بیا هم بیا راځي وایي چې نه دا بل جهت کومانی کیږي همدغه رقم موږ افغانان هم باید کوشش ونه کړو چې خپله ملامتي په پاکستان واچو ګوره په دغه بعضې فلمونو کې فلم هنري فلم هنر دلته یو هلک د فلم وي یو نجلۍ د فلم وي یو یو مثبت رول بازی کوي یو پکې بدماش بله منفي رول بازی کوي منفي ټول ته نفرت لري زورول کوي وهل کوي خیانت کوي و هر څه مګرم هغه په اکثر کې په خپل رول کې په خپله کړنه کې په خپله وظیفه کې ډېر کامیاب او موفق سره ده بله ځکه د هغه رول منفي ده هغه چې خلک ته نفرت کوي یعنې هغه کامیاب ده رښتیا دا رول بازی کړی ده بله یا مثلا په دنیا کې مسلمان خدای خلق کړی ده یو بل ذات د شیطان په نوم خلق کړی ده موږ ته نفرت ور شیطان باید وي ګمراه کوي باندې ده وظیفه ګمراه کول دي دی په خپل کار کې کامیاب ده که څومره مسلمان ګمراه کېږي شیطان په خپل کار کامیاب ده شیطان خپله نه ده جوړ شوی پروردګار خالق دی انک هلا کل شیان قدیر رب العالمین هغه ده د ټول رب ده دغه جوړ کړی ده اوس خبره دې کړه چې پاکستان وظیفه شر اچول دي که پاکستان وظیفه په دغه سیمه کې مجرم اولس اجرات کوي دی کامیاب ده بله کامیاب ده دی څومره چې کولی سي په افغانانو په سیاسونو کې دی جاسوس پیدا کړي دی کامیاب ده تاسو ولیدل دغه طالبان چې راغلل د پخواني جمهوریت هغه ډېر زبده چې پاکستان مخالفه کړې ټول تللي وه ته قریشي سره ولاړ وو نو اوس نوم یې نو څه ضرور ده چې زه یې واخلم ټوله دنیا ولیدله ټوله دنیا وویل ټول مطبوعات ډک دي نه خلیلي پاتې وه نه دانش پاتې وه نه د مسعود ورونه پاتې وه نه عطاینور پاتې وه نه د رباني زمن پاتې وه نه دغه د حضرت علي دي دا کسان پاتې وه هېڅوک دا څوک چې وه ټول ورغلي ور ځان قانوني هلته ولاړ وو صاحب د دوستم ډله دوستم هلته ولاړ وه نو څوک پاتې شول دا ټول ورته زاری ته ولاړ وو همدای ورته صاحب څه وکړو صاحب هغه ورته وویل د پالیسي نور ختمه ده تاسې بېرته موږ تاسو سره څه څه کوئ زه یې ووځئ هلته له پاکستانه ووځئ چې اوس پالیسي بدله سوې زه طالب خفه کېږي دوی ورته وویل صاحب هغه جایدادونه وایي هغه به زه درته وساتم ته دا نن نه پوره د بیت المال په پیسو باندې طالب د دوی په جایدادو د غلا هغه باید بیت المال پیسې وي باید بیت المال ته ځي معرف ساتل کېږي بله شیرپور چې دوی چور کړی دی وزارت دفاع هم ځکه ده د چاپتار ورته کتلی نه شي په خیرخانه کې سه سوه پنځه او دا ځینه ټول پنجشیرانو چور کړی دي چاپتار ورته کتلی نه شي دا څه ورته وایي ځکه دا ضمانت وڅه چې دا جدادونه او غصب دا شان ساتل یو غریب غربه چېرته کومه کراشۍ ښښې بیا وسې درس چپی کړي دومره جای له غصبه خلاص دا ټول چل ده بله راځه که له غصبه خلاصې شیرپور چپکه بیرته د شیرپور تاریخي کلا احیا که هغه چارایي کاګل کوم دلته راسه دلته شیرپور بیرته جوړ که لاړ شه څه سوه پنځه او دا قطې خرخاره کې چې دښتې او د غره لمنې چور شوې تا بیرته احیا که یوه د شارک آریانا له بېخ ړنګ که د جمعیت ګوند دفتر چې ده بیت المال یې که بیا درته وایمه چې رښتیا ته صادق کړې بله اول نور په کار نه دي خلک پدې پېږي اوس مثلا طلا حکمتیار یا مثلا بلبل دا ټول جاسوسان دي بله د دوی وسطه له کومه کړې ده له پلار نیکۍ تولید کړی وه دوی دا ډالر په جوبو کې له کومه کوي بله دغه حکمتیار ته ګوره راجیب سه د ډاکټر نجیب کلیزه یې غوښتله دا مثلا عبدالرحیم ایوبي وه لالی وه څو کسان وه امر یې واخیسته چې په دې لویې جرګې په خیمه کې دغه تلین ولمانځي بله بالکل یا ور ور منډه کړله صاحب حکمتیار ور منډه کړله ټول مسله نفر پسې واخیسته چې هېڅوک نه شي که دا کومونیست وه موږ ویلې صحیح ده دا خواریف ده دا یې وروره مجاهد وه هغه پرچمی وه یا دوی په اصطلاح د اشرار وه هغه کومونیست وه راځئ نو دا خواریفان دا کار یې وکړ ښه یې وکړه خپل دریځ نه دفاع وکړه خیر ویسه مارم کال په وروسته د نبی اعظمي هغه ستر جنرال معاون د وزارت دفاع د بیروی سیاسي غړی د هغه جنازه کابل ته راغله
بل نو ټول متوجی دي چې اوس خدای اصلي حریف دی په حکمتیار ده د اوس سره جنگ کوي د نظامي او نجیب خاطر ملکی راست ده خو په نګرار کې په نور جګه جنگونو سره کوي اوس مرمنډه کی مرام دیخه جنازه را په شهنایی و سر پدول سرنی ما دی پده تشریفات و خاص مراسم و ایده سترگی بیشار مده چه کنو تا چوالی بی چلی لرتی که نگه کرده کده لیک پتیان را کرده نسته که دیگه ده دفاق چه و چون اگه پاکستان امر وگه چه اگه سرائی ما پیدا دکه اگه پاکستان مرن که یک دیا وران پلا دیر مرن او دا سرائی چون پاکستان سر مشکل ندارو در تناسته حالت دې مان نفرت له ګروپ دې نه راځي دا ډېر یو سیف النفس انسان bale ډېر هم دا څه سایه پر او الله رباني دا رباني رباني سموسه تاسو لا سره رباني جایدادونه کورنه په پاکستان کې صلاح الدین رباني داخله د مسعود خو د پلار مور قبره په پاکستان کې هم دا څه نور چې صاحب کې دا ټول دا شاند دا اوس یې نیو حکیمان چې طالبان دې بازه کورنه په پاکستان کې ولی ورسره کورنه بیرته خلاص کی څه کې مطلب دا ده چې دا ټول داسې امید خو موږ به دوی ملامت نه کړو بله په دې ملامت نه کړو چې هغه څه کوی سي په چا یې کوي جاسوس استخداموي څوک استخداموي جنګ په افغانستان کې کوي څنګه یې کوي دا اوس مثلا د ازمو استحکام په نوم باندې بیا غواړي عملیات وي چېرته کوي په شتونستان او پښتونخوا کې د پښتنو سیمو کې بلوچانو کې هغه خپل عارفان بله ډېر مننه ها غواړي هماغه راڅبلی هماغه وهي نور دوی بل کوم کار نشته بله بیا راځي پیران مسله دلته هم بمبار کوي ایستل کوي دغه دا وظیفه مسؤولیت به موږ وانه چې پاکستان یې کوي استخبارات دې قوي که جاسوسان را وباسه ګیر یې که دستګیر یې که بالغ را بیا موږ وایو ډېره مننه پاکستان مارج صاحب ډېره ډېره مننه کوم بیرته راځمه د خبرونې په جریان کې ډاکټر صاحب ممتاز څه کول پکار دي د دواړو هیوادونو د اړیکو د جوړښت لپاره امکان لري چې د دواړو هیوادونو اړیکې جوړې شي دو موضوع ست بله یک اصلي است کې از دیدگاه پاکستانیا تا زمان نمیتونم کې ما تعامل کنیم با پاکستان تا کې همه خواسته های نامشروعی پاکستان ما بپذیریم بله در سیاست های خارجی در موضوعات مهم افغانستان باید هر تعامل کنیم از دیدگاه پاکستان و افغانستان عمق استراتژی پاکستان بوده باشه بله افغانستان در سیاست خارجی جزی قلمرو پاکستانی باشه بله و هیچ وقت هر نظامی بوده باشه چپی باشه راستی باشه کمونیست باشه اخوانی بوده باشه طالب باشه هر کس بوده باشه هیچ افغان این نظریه غلامی را قبول نمیکنه قبول نداره با هر تعامل بوده باشه هر نظامی که بوده باشه از هر قوم و اقوام افغانستان بوده باشه بله این قطعا قبول ای اصلا محور مشکل امی است بله که پاکستانیا در فکر ازی است که اگر میگه مجاهدین تمویل کردیم تجهیز کردیم پناه دادیم تعامل کردیم ولی وقتی که حکومتشون در مستقر شد توقعی رو داشتن که باید اونا بپذیرن غلامی را ولیکن امو بله. کسایی که اینا تربیه کرده بودن امو کسایی که اینا رهبر ساخته بودن بله اونا بلده سالا پالیسی داده بودن اما نتانسته قبول کنن بله به می قسم دیگه ترتیب دیگه حکومت پیمان این نظریه دیدگاه های پاکستانی هستند بله موضوع دیگری است که موضوع ملی پاکستانی ها باید این رو درک کنن بله درک کنن که تعامل ما معامله ما با اونا تعامل ما معامله بالمثل است بله آنچه تقاضای تعامل بین دول است بله آنه. تعامل بالمثل است بله پاکستانیا به این قناعت ندارن تعامل به قناعت ندارن ولیکن باید متقاعد شون پاکستانیا این موضوع رو درک کنن وقتی ما میتونیم که پاکستان متقاعد بسازیم به این موضوع متقاعد داشته باشیم که تعامل بالمثل داشته باشیم چی از نگاه تعامل استخباراتی چی از نگاه تعامل دیپلماتیک چی اقتصادی و به پای خود استاد شویم به پای خود داشته وقتی به پای خود استاد میتونیم که ما محتاج اقتصادی اونا نباشیم محتاج باز کردن دروازه سپین بولدگ و ترخم ترخم نباشیم
محتاج پاپوری پاکستانیا نبوده باشیم، ما محتاج توماتوری پاکستانیا نباشیم، به اصطلاح خودشون صحبت کنیم، محتاج از اون نباشیم برای ما تو در این یک موضوع. موضوع دیگر ایست که ما در افغانستان یک نوع وحدت ملی داشته باشیم، وحدت ملی داشته باشیم در قضایای ملی ما، مخالف و موافق ما، مردم و حکومت ما موقف موحد و واحد داشته باشیم. دیگه مشکلی نیست که ما حرفای معارض رو بهتون نمیگنم. اگر خواسته باشین سیاست مدارای ما مستقل صحبت کنن، بسر بلند صحبت کنن، دانشان اپور نبوده باشن، لطفا همه سرمایه گذاری جایدادهایی که داره، خانه داره، خانواده که داره، خانواده روابط رو قطع کنن. شما فکر کنین خوب دیم، فقط مختصرا خدمت شما رسیم. از همینجا میگم که هر کسی میخواد درست درک کنه این شهادت دکتر ممتاز نیست که من شهادت بتم، شهیدی بتم، شهادت بتم، یا یک از پیش خود تألیف کرده باشم. شما ببینین که از خانواده حکمتیار به نام عبدالله بهیر اظهاراتی که در مورد روابط پدرکلان خود، یکی از تنظیمای مؤثر و بزرگ جهادی بود حزب اسلامی که آقای حکمتیار در رأس او بود، شما یک بار اظهارات از او رو ببینین، ویدیوهای از او رو ببینین، بیانات از او رو ببینین، عمق فاجعه رو تفسیر میکنه بر ما، عمق با فاجعه رو به ما بیان میکنه که چقدر ما غرق هستیم، ما چقدر در گروه پاکستانی هستیم، چقدر پاکستانی ها ما را گروه گرفته، و با این مواقف ما نمیتونیم که موقف ملی ضد پاکستانی داشته باشیم. بله بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب ممتاز. مریض صاحب پلندو که در افغانان دی وایل لپاره ست ارتیا در سبا دوکو ترسو با امده در پاکستان تورونه وی پلا افغانان بلا دا د څومره منګه وای چې پاکستان مداخله کړي موږ ضعف کړي. بله دا د څومره چې پاکستان لاس منګه ور اخیستی دا منګه ضعیف کړي. بله دا پاکستان چا جوړ کړی دی؟ پښتنو جوړ کړی، افغانان جوړ کړی دی؟ دا 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 ایوب خان څوک وو؟ عیسی خان څوک وو؟ لیاقت علي خان څوک وو؟ همدغه څوک څه دا ټول عیسای مشران څوک وو؟ بله دا بابر څوک وو؟ دا ابي حمید ګل څوک وو؟ دا 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 مغول افغانستان طرف ظهور الدین محمد بابر دا چا په د ترند په حکومت کې اته د پښتنو د ابراهیم لودین په باندې پد کې دام ک په 15 سم پاکستان کال کې. بله چا و هم دا پښتنو هم دا لا کړ چې راتلې دا جوړښت ته د نن پورې سماته پاکستان کې آبادی د هر صدر د پښتنو لاس ده. فوزیان ورس هم دا اوس وګره تقریبا 50% پښتانه دي. ام دا اوس تا کار کوي دلته جاسوسان لري والتم صاحب کار روان ده بیا ناس ګلی ملي تر کو خپل لاس ده هیڅ وخت بعد موږ نه وای کې دسته خارجی بود دسته بیگانا بود دا د دلالت په صاف کوي او دوی ترين خیانت د امر غفار ده. بله دا وای په بل ځای غلا وای کته څنګه سیاست مدارې ته څنګه ذاته په یو رهبر وای مشر وای یا چارواکی. بلې څه باید وکړ غلې ځکه چې ځوان کې خبر نه کوم چې فلانای کار ما باندې پاکستان کړی افلان کړی ده که زه اشتبا کوم چې ما وکړم ځکه زه خپل اوس څه ما درم زه دم دغه اوس یو عادي سړی تان نه ورکوم په بل کم دغه اوس د شریف کورنۍ ته تان ورکوم دا ترازی په انګلستان دی جوړه ته په بل په بازار آزاد په مطبوعات کې دی ما د پاسپورت جواب نه لري دا جنرالانو ترازی وګړه په پیمانه باندې د څنګه ته په افغانستان کې او چارواکي دا د تورخم دروازې ته د خپل شامود کو میاخل نه وتل ته تا نه وته چا چا نه وته کولی بیا هم دا مې شامود میاخل به راځي چې بیا دې د اټک پورې د خپل خار دا وا کوي نو په دې دې په غاره ته باندې موږ دوران غټو په هم سال هم دا د ازغان تر چا باندې وزناس ولا د ازغان تر باندې سیسه کوم دوه کلمې کنه و چې نه کوي یا خدا دې پکې خدای اسمه از خبرې دې نور ملامتي ټول خپل افغانانو کې ده. بله ډیره مننه کوم. بله څه باید کې افغانان باید څه وکړي مارج صاحب؟ بالکل ژمن پاک افغانان واقعي افغانان باید دا ترمخ نسواکي. بله دا د نسواکي دولت ته باید استقامت ورکړي څنګه چې ډاکټر صاحب ممتاز ویلې خلک باید په صادقانه راسي واقعیتونه ووایي مسخره دی وای اصل نو اجل د الله په لاس کې ده څو باید نو نه راځي چې فلانه څنګه کې او څنګه نه کوي حقیقت به دوی پوک اسان ناکو به تو کی واقعتونه به څرګند کی
دا ټول شهر بد موقت به دوه وګوره یو لنډ ساز ورکړه پلنډ کې دا طالبان یو دفتر په خپل په کوټه کې نه و په وکړه کوټه کې کوزلا د کوټه دی جوړه کې همدا پرز مشرف امریکایانو ته کوټه مربوط چا د بلوچستان ده پرز مشرف امریکا ته اډې چې تور کې بلوچستان ورکړي نو څنګه د دوه حالت څنګه کا راتل کا ډیر مننه کوم شغل عزیز مارج ډیر مننه بخوانی ډیپلوماټ البته عزیز مارج او ډاکټر صاحب ممتاز سیشن کې ساس دوه قدر مون څخه نړی مننه کوم چې دا وخت خبرونه کړه سره وست تشکر تاسو ډیر مننه کوم درنو لیدونکو ستاسو څخه هم نړی مننه کوم دا ودنن شپې خبرونه تر بیا شو وخت ولري